شو سمک تایم. خوش آمدید بچه‌ها، شو سمک دیگری هستم. کارا هستم. بریم ببینیم که مردم چه کارها کردن، چه اعترافایی کردن. خیلی ویدیو اینجوری رو ساختم با مردم در ارتباط. آره. خیلی حال میده. تا آخر ویدیو همراه هم باشید. بنو واتلی لتس گو. اولین عشقت کی بود و سرانجامتون چی شد؟ اولین عشقم جومونگ بود. میشستم شبا که سریالشو میذاش مثل ابر بهار زار میزدم، گوشی و تبلت و طلاهامو فروختم که برم کره عشقمو ابراز کنم. بابام تا فهمید کتکم زد. وقتی تو اینستا دیدم زن و بچه داره دوبار خودکشی کردم. انقدر دکتر روانشناس بردن منو تا خوب شدم. پرام حقیقتاً برای جومون به نظرم واقعیه. آره خیلی اون زمان تبش برای سوسانو بود. چی بود اون زنه؟ آی سوسانو رو یادم تو اخبار گفت یه آدمه خودکشی کرده، اسفنداشو فروخته. آره. بود که بره خواستگاری کنه، ولی بعدم خودکشی کرده بود. باورم نمیشه حقیقتاً، چون جومونگ اصلا کاراکتری نیست که بخواد دروش کراش داره. برای اون موقع بوده دیگه حتما. توی عروسیمون دوست خانوممو دیدم و عاشقش شدم. همونجا شمارش رو گرفتم و رابطمون شروع شد. شد عشق اولم. خانومشم که باش ازدواج کرده هیچیا، اون شد عشق اولش. اگه با خانوم اولم کنار می اومد تا حالا عقدش کرده بودم، ولی من غیرتم اجازه نمیده زن اولم رو طلاق بدم. کسکش. عجب کسکشی هستی. تو عروسی به خانومت خیانت کردی. بچه دوست لاشی داشته. اون که اصلا لاشی، خیلی اصلا تو افتضاحی. هشمان زاد و ولد نکن واقعا. عشق اولم یه پسری سوپری سر کوچه‌مون بود. هر روز میرفتم ازش نوار بهداشتی میخوردم که فکر کنه من بزرگ شدم پریود میشم بیاد خواستگاریم. نیومد نامد. چقدر بامزه بوده این. خیلی بامزه بود. شما هم از خاطرات عشقای اولتون بگین تو کامنت ها میخونیم حتما. عشق اول منم پسر خالم بود. هر روز میرفتم در مدرسه شون یواشکی دید میزدم، دوستشو دیدم عاشقمون. چقدر ثابت قدم بودی در رو عشقت. یعنی من عاشقت شدم. خیلی خوبه. عموم عشق اول و آخرمه، اونم عاشقمه. هرچی خواستگار برام میاد اون میپرونه، هیچ کس هم نمیدونه. موندم توی این کشور بی فرهنگ و مزخرف که کسی درکی از عشقمون نداره. ما چطور میتونیم به هم برسیم؟ عموش. خب ببین، یه پادکست من ساخت، من و تو با هم ساختیم راجع به سکس محارم. بله. و ارتباط محارم و عشق بین محارم، خواهر برادر، عمو، خواهر برادرزاده، خواهرزاده، فرق هم. آره. تو چند شوسان هست لینکشون بالا میاد، اگر دوست داشتین میشین بریم ببینید. جالبه، پادکست جالبیه به نظرم، حتما ارزش داره وقت بذارین بخوایم ببینیم. ولی کلا یه چیز عجیبی هستش دیگه. خیلی عجیبه. عجیبه ولی من رسپکت میذارم بهشون. سورپرایز کننده است ولی واقعیتی که هست تو جامعه فقط خیلی مخفیه، خیلی مخفی. آره. و پنهانه. حتی شده که دختر و پدر عاشق هم. آره. و من دیدم. خیلی عجیبه. دوست دخترم منو واسه یه شب میخواست، بعدش ولم کرد رفت. حالا چطور به خانوادم بگم من دیگه پسر نیستم؟ عمویی؟ خاله‌ای؟ اولین بار همچین چیزی تو چقدر دیدم. شوک شدم. تو خیلی پاکه. کوکولی. با شوهرم دعوام شد. با دوست پسر سابقم رفتم مسافرت، شوهرم هم خبر نداشت، فکر میکرد خونه بابام. خیلی کسکشی. تو لاشی. تو خیلی کسکشی. زن و مرد فرق نمی کنه. دقیقا کسکش کسکشه. خیانت رو من هیچ جوره قبول نمی کنم. هرچی رو قبول کنم خیانت رو قبول نمی کنم. خیانت. پاک. بعد با چه افتخاری هم با شوهرم دعوام شد، با دوست پسرم رفتم. آفرین. 16 سالمه، 200 میلیون پس انداز دارم، ماهی 20 میلیونم درآمد دارم. شغلم هم نمیگم به کسی ولی اینترنتیه. خدا پدر و اونلی‌فنز رو بیامرزه دیگه. ما تا کجاها راه ده؟ نه فکر نمی کنم. آره دیگه. ادمین و اینا هم الان خوب پول دارن ولی در کار. آره ولی خوب... اینجوری که میگه شغلم هم نمیگم به کسی، منظورشم اونلی‌فنز. خوش به حالت. خوبه دیگه. فقط میتونیم همینو بهت بگیم. خوبه. خوش به حالت. ولی 16 سالگی خوب نیستش. یکم بالغ تر آدم باید بشه اگر برای اون چیزا. آره. اگر اون چیز هست. آره. چند پیش برشوارم یواشکی بوسیدم و گفت خیلی وقت عاشقمه. خدا کنه شوهرم نفهمه. خب تو چرا بهش اجازه دادی بوست کنه؟
حالا میگیم احتمالا از این بوس یه هویی رو حالا یه هویی آره قبول میکنم و یه هویی طرف اومده یه بوس کرده، ولی چقدر آدم معذب میشه و چقدر زندگیش کیری میشه از این به بعد ماجرا. من اگر بودم، اگر من بودم به شوهرم میگفتم. بحث اینه که توی ایران خیلی سریع غیرتی و ناموسی میشه و ممکنه قتل اتفاق بیفته. من با تجربه شناختی که پیدا میکنم از طرفم میگفتم. ولی من اگر میدیدم مثلا چیزه، اول میرفتم پیش یه تراپیست، از اون کمک میخواستم که یه جوری کمکم کنه که مثلا بگم، چون زندگی افتضاح میشه. البته اولش هم به نظر من باید چیز کنه، اول باید به خود طرف مستقیم بدون اینکه به ترسه بگه مثلا بس کن اگر بکنی ادامه بدی چیز میکنم، بعدش به نظر من باید بگه، یعنی چیز حس گناهکار بودن رو نباید بکنه. اصلا جهنم اون زندگی دیگه. آره خیلی سخت جهنم. زنم 13 سال از من بزرگتره، یه بارم ازدواج کرده، یه دختر داره که پیش شوهر سابقشه، خانواده‌ام خبر ندارن، فکر میکنم فقط 2 سال بزرگتره. پشمام چه خوب پنهان کردین. شوهر خدمتم چهره ایم آره دیگه. ماشالله. خب به خودتون مربوط هست سنی به نظر من مهم نیست. به نظر من مهم نیست، ولی یه چیزی که بین خود دو طرف به نظر من مهم هستش. کسی دیگه ای فکر نمی کنم از اعضای خانواده حتی رفتی داشته باشه. یه سنه شاید با این تفاوت سنی بهترین زندگی رو با هم داره. انگشتر مادر شوهرم رو از خونش برداشتم، فکر کرد گمش کرده، فروختمش باهاش لباس و لوازم آرایش خریدم. عجب پسکشی هستی، این چه کار... افتخاری به دزدی میکنه. قشنگه واقعا این کار. بعدن که بفهمه چجوری میخوایی توجیهش کنی. خیلی زشته، یعنی تمام اعتمادشون رو از خودت برداشتی، یعنی زندگیت خراب میشه در کار اینطوری. یواشکی از خونه زن داداشم برنج و گوشت برداشتم پختم واسه بچه هام. آخه شوهرم خیلی خصیصه، هیچی نمیخره برامون. اول اینکه خاک تو سر شوهرت، دو اینکه به نظرم اگه میخواستی و میگفتی بهشون ازشون خواهش میکردی شاید میدادن. به نظر منم بهم میگفت، یعنی پشمام. ولی آدم یکی تصمیمایی میگیرن به خاطر چی میگن، ولی خیلی یه سری هیجانات عجیبه. ولی خاک بر سر شوهرت که برای خود خانواده خودش. آره. بچه‌ای که از خون خودش خرج نمی‌کنه. پشمام ریخته دیگه. اینا خیلی عجیبن به نظرم. خیلی تخمی بود تو نظرم. خدافظ.